خامنه‌ای ولی فقیه رژیم روز چهارشنبه در سخنانی گفت آن چیزی که در منطقه دارد اتفاق می‌افتد قضایای تاریخ ساز هست و اینکه رژیم در گیرودار یک مسئله اساسی در منطقه است. خامنه‌ای همچنین با اشاره به شمار کشته ها در غزه و فلسطین مدعی شد که تمدن غرب شکست خورده و حقوق بشر برای غرب دروغی بیش نیست. میخوایم ببینیم هدف خامنه ای از تمرکز بر این موضوعات چی هست. در همین رابطه همراه میشیم با آقای خسرو شکرالله‌ای تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه هممیهنان عزیزم و بینندگان سیمای آزادی. خب در خصوص صحبت هایی که خامنه ای کرده تمام شکی در این نیستش که وضعیت کشته شدگان و آوارگان فلسطینی یک فاجعه انسانی که وجدان بشریت رو به درد آورده. اما آیا وقتی خامنه ای به این موضوع میپردازه واقعا نگران یک فاجعه انسانیه یا هدف دیگه ای رو داره دنبال میکنه؟ بله، 11 اعدام فقط در روزهای اول و دوم آبان توسط خامنه ای، 356 اعدام از زمان روی کار آمدن پزشکیان، به نحوی که این روزها فریاد مردم مظلوم خودمون رو میشنویم که فریاد میزنن اعدام نکنید اعدام نکنید. در چنین شرایطی فقط خامنه ای که به اندازه کافی وقاحت داره که بیاد در این شرایط از موعظه حقوق بشر بکنه و اشک تمساح برای کشته های غزه و فلسطین بریزه. ببینید خیلی روشنه خامنه ای الان یک سال از این بحران داره میگذره، از بحران غزه. الان دیگه خیلی روشنه چه کسی، چرا و چطور این آتش رو برافروخت؟ آیا واقعا حقوق مردم فلسطین داشت دنبال میشد یا مطامع دیگری پشتش بود؟ اگر روز اول این مقاومت ایران بود که گفت که سر مار جنگ افروزی در منطقه در تهران و خامنه ای هست، الان دیگه این چیزی است که تمام فکر نکنم کسی باشه که این حقیقت رو انکار بکنه و یک چیز، یک حقیقت عینی هست که همه به عین میتونن ببینن و حتی اسنادش منتشر میشه. همه دنیا در واقع دارن همین انگوش میذاشتن. بنابراین بر این اساس اگر بخوام قسمت اول سوالتون رو پاسخ بدم، خیر، خامنه ای نه تنها نگران فاجعه انسانی در غزه نیست، بلکه از اون خوشحاله. از همون اول برای این طراحی کرده بود، سیاستش بود و میخواست این رو پیش ببره و حتی همین الان از همون اول که گفت که این میدان حق علیه باطل هست و این حرفو، همین الان هم در همین سخنانی که شما اشاره میکنید میگه که این سیاستی که خامنه‌ای در پیش گرفته و اشاره میکنه به نیروهای نیابتی خودش، میگه ما به این وسیله، حالا ادعاها و رجزخونی های پوشالیه که میکنه، مسیر تاریخ رو در منطقه عوض کردیم. پس بنابراین خامنه ای استقبال میکنه از این مسئله. خامنه ای خودش برافروخت، کسی بود که این جنگ رو شعله ور کرد. حالا اینکه آیا واقعا چه هدفی رو شما پرسیدید داره دنبال میکنه، هدف خیلی روشنه. خامنه ای این جنگ رو راه اندازی کرد برای اینکه بتونه در مقابل خطر اصلی که تهدیدش میکنه بعد از قیام های 96 98 1401 بتونه در مقابل قیام مردم ایران و این آتش زیر خاکستر که شعله ور شدنش قطعی و حتمی هست بتونه سد ببنده. فکر میکرد که میتونه عبای خودش رو، این جنگ افروزی رو بکنه، مردم منطقه رو به کشتن بده، ولی عبای خودش رو از آتش این جنگ دور نگه داره. الان در پیشبرد این سیاست شکست خورده و حالا که اهدافی که از این سیاست دنبال میکرد، از جمله سد بستن در صدرش، سد بستن در مقابل قیام مردم ایران، بهش نرسیده. عرض کردم این افزایش اعدام های وحشیانه ای که داره میکنه فقط و فقط با هدف ارعاب عمومیه. چرا؟ چون که نتونسته شعله های قیام رو که در
رگان جامعه ما در جریان این رو خاموش کنه و نگه داره و دو مقابلش صد ببنده. از این رو برای اینکه بتونه همین نسل‌کشی و همین قتل عام و همین اعدام ها رو توجیه بکنه، میاد اشک تمساح برای مردم فلسطین میریزه و از طرف دیگه برای اینکه بتونه این سیاست رو توجیه بکنه و این رو بتونه ادامه بده. از اونجایی که عرض کردم دامن این آتش داره عبای خودش رو میگیره، بسیار هم این روسا وحشت زده هستند از پیامدهایی که حسابش رو خامنه ای تا این حد نمیکرد که متوجه خودش بشه. بنابراین از همه جا ران، از آنجا مانده، از سد بستن، از خاموش کردن شورای قیام مردم ایران مانده و مجبور با ارعاب عمومی، باز هم دست به ارعاب عمومی روش تشدید بکنه و از طرف دیگه وحشت از گسترش این جنگ و پیامدهای این جنگ از آنجا رانده و از اینجا مانده. بنابراین هدفی که دنبال میکنه از این دجال بازی ها از و این وقاحتی که خرج میده بهش نیاز داره به این خاطر هست. بله. خب همین امروز هم سخنانی که از خامنه‌ای منتشر شده که البته مربوط بوده به 15 مهر، یعنی حدود 18 روز پیش، در اون تاکید میکنه جنگی که رژیم آخوندی درگیرش هست یک جنگ جسمانی، هم یک جنگ جسمانی و هم یک جنگ روانی، و اینکه ما فقط در میدان باشیم و موشک بسازیم کافی نیست. این صحبت های خامنه‌ای هست. منظورش از جنگ روانی در پیوند با بحران منطقه چی است؟ بله، اگه دقت کرده باشید به حرفای خامنه‌ای و اساسا بسیاری از سردمداران رژیم، حالا ما داریم راجع به اظهارات خامنه‌ای صحبت میکنیم، همیشه دو وجه در این اظهارات باقی میگذاره، یعنی دو مؤلفه این هست. اگه یادتون باشه از همون اول میگفتن که اگر ما نخواهیم در سوریه و یمن و عراق و لبنان و اینجا به جنگیم، مجبوریم در مشهد و شیراز و تهران به جنگیم. دو وجه الان هم باز داره به نوع دیگری این دو وجه رو، یا حتی وقتی قیام رو، قیام مثلا 1400 یا قیام 98 رو ارزیابی میگه خامنه ای، و باز میگفت که بله یه طرح‌های خارجی داشتن و یک عوامل داخلی و اون لاتعالاتی که میبافت که برای توجیه سرکوب قیامی که در عرض دو سه روز 1500 نفر رو کشتار کردند، همیشه دو وجه رو اشاره میکنه. حالا هم در بحبوهای همین بحران منطقه و وقتی میخواد این بحران رو بیان بکنه رو به نیروهای خودش، باز هم ما این دو وجه رو داریم میبینیم. حالا اینجا با یک زبان دیگری میگه که یک جنگ جسمانی داریم، یک جنگ روانی داریم. باز اون دو وجه، موشک و اینا برای ما فقط و فقط کارساز نیست، در میدان ما باید کارهای فرهنگی هم بکنیم. ببینید این دو وجه همون دو پایه ای هست که شما گفتید پیوند این حرفا با سیاست های منطقه ای چیه در این بحران منطقه. همون دو پایه ای هست که من بهش اشاره کردم. دشمن اصلی رژیم آخوندی، اون چیزی که رژیم آخوندی موجودیتش رو از جانب آن در خطر میبینه، مردم ایران و قیام مردم ایران هستن. این یک بچه داخلیه. وقتی که خامنه‌ای میگه ما ملت ما به جنگ دوچار یک جنگ روانی شد، ملت یعنی رژیم آخوندی. و بعدش اون جنگ روانی هم داره به عامل داخلی، وقتی میگه که دشمن دیگه پیچی فقط موشک کارساز نیست و اینا، که این مال اون چیزی است که این دشمن خارجی که خامنه‌ای میتراشه. یعنی از یک طرف با قیام مردم ایران روبرو هستیم و از یک طرف برای خلاصی از این قیام ما باید به سیاست صدور بحران خودمون ادامه بدیم. این دو وجه همیشه تو حرفاش هست. حالا وقتی در بحبوحه چنین بحرانی در منطقه خامنه‌ای میاد میگه که نه، ما فقط و فقط این نیست، ما درگیر فقط و فقط این موشک ها و اینا نیست. سلامی داشت همون تو همین مراسمی که پخش کردن، سلامی میگفت که ما اگه بترسیم، ما ملتی شکست میخوره که بترسه، و داشت وحشت از پیامدهای این بحران رو که در درون رژیم آخوندی قوقا میکنه، اخبارش در این ور اون ور منتشر میشه، در فضای مجازی هست که چه میزان از
پاسداران دارن ریزش میکنن و چه وحشتی حتی در لایه‌های بالای رژیم روسا تبدیل به جدل شده که اصلا چرا شما میگید یک آقای یک سری از آخوندها گفته بودن که بحران باید پایان بدیم اصلا بپذیریم دو کشوری رو و حالا میگن بله. که نه اینا رو باید محاکمه صحرایی بکنیم تیرباران بکنیم این جنا بنابراین یک وحشتی که سراپای رژیم رو در بر گرفته از اون طرفم این سیاست رو نیازمندی که ادامه بده تضمین بقاش صدور بحران و سرکوب داخلی این دو پایه است خامنه‌ای هم داره به این چیزا اشاره میکنه از یک طرف به وحشت و هراسی که از قیام مردم ایران دارن به عنوان اصلی ترین تهدید موجودیتش و از اون طرف هم پیامدهای این جنگ داره نسبت به اون به نیروهاش هشدار میده بر اساس صحبتی که الان بهش اشاره کردید در واقع به نوعی همین فشارهای و این به اصطلاح شکستش باعث جنگ گورکا در درونش هم شده بله بین تشدید کرده چون که کلن این شرایط که در به دنبال این جنگ افروزی خامنه‌ای در منطقه پیش اومده شرایطیه که رژیم آخوندی رو بسیار از سیاست های خامنه‌ای رو به شکست کشون در واقع خامنه‌ای اگه در همون هفته اکتبر سال گذشته با دست دادن به این سیاست جنگ افروزانه برای مدتی تونست بانت‌های مختلف رو بکشه زیر چتر خودش و یک مهاری به این جنگ گورکا بزنه و حالا که شما هم میگید که وقتی که چنین بحرانی تشدید شده و این وحشت که دامن خودشون رو گرفته حتما که اون الان مدت هاست که اون مهار بر مهاری که بر جنگ گورکا با واسطه این جنگ افروزی و این که گویا من میخواهم این خامنه ای میخواهد و میتواند سیاست هژمونی که خودش رو در منطقه میخش رو بکوبه به این با این سراب تونست مدتی یک سری از باندهای درون رژیم رو مهار بکنه خب این سرابش خیلی روشن و آشکار شده که الان سرابی بیشتر نبوده بنابراین میبینیم که جنگ گورکا هم هرچی این بحران پیش میره داره شدت پیدا میکنه خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید با تشکر از شما